کاهش و کنترل وزن خیلی بیشتر از فقط کم خوردن و ورزش کردنه اما تحقیقات از یه عامل مهم و تاثیرگذار دیگه پرده برداری کرده که توی ادامه ویدیو توضیح میدیم سلام میکنم بهتون دکتر نیما هستم شما که به سراغ این ویدیو اومدید احتمالا چالش هایی در کنترل و کاهش وزنتون دارید یا از اون دست افراد هستید که هر چی میخورید سریع به باخت چربی تبدیل میشه یا از اونایی هستید که حتی هیچی هم نخورید باز وزنتون کم نمیشه مهمترین عامل در کاهش و کنترل وزن غذاست یعنی اگر میخواید تغییری توی وزنتون ایجاد کنید اولین و مهمترین عاملی که باید سراغش برید غذا خوردنتونه منظور اصلا این نیست که کم غذا بخورید و گشنگی بکشید منظور درست غذا خوردنه هم انتخاب مواد غذایی که میکنید مهمه و ظاهرا هم زمان مصرف اون مواد غذایی توی تحقیق جدید اومدن روی 15 نفر توی دو هفته آزمایش انجام دادن تو این دو هفته مقدار خواب و فعالیت بدنی و مقدار کالوری که این افراد دریافت می کردن کاملا ثابت و مساوی بود فقط توی هفته اول اومدن صبحانه رو ساعت 9 نهار رو ساعت یک و شام رو ساعت 6 بهشون دادن و توی هفته بعدی اولین وعده غذایی رو ساعت یک بعد از ظهر بهشون دادن دومی رو ساعت 5 6 عصر و شام رو ساعت 9 شب نتایج این تحقیق نشون داد با همون کالوری ثابت دیر غذا خوردن میتونه باعث افزایش وزن چاقی و زیاد شدن بافت چربی باشه و این اتفاق از سه راه به وجود میاد اول اینکه دیر غذا خوردن باعث کاهش متابولیسم پایه بدن میشه و بدن انرژی کمتری رو میسوزونه دوم اینکه دیر غذا خوردن باعث میشه هورمونی به اسم هورمون لپتین کمتر ترشح بشه و این هورمون همون هورمونیه که باعث احساس سیری میشه حالا وقتی کمتر ترشح بشه احساس گشنگی و احساس نیاز به غذا خوردن بیشتر حس میشه و راه سومی که دیر غذا خوردن باعث فعالیت بیشتر ژنهای سلولهای چربی میشه و وقتی این ژنها بیشتر بیان بشن مواد غذایی رو بیشتری رو میگیرن و به چربی اضافه میکنن و بافت های چربی رو بیشتر رو بزرگتر میکنن البته باید بگم که این تحقیق فقط روی 15 نفر انجام شده و لازمه که روی تعداد بیشتری هم انجام بشه که ما مطمئن مطمئن باشیم از تاثیراتش اما تا همینجا هم, هم میشه گفت و به نظر من برای کم کردن وزنتون به جای اینکه رژیم های متفاوت رو امتحان کنید سراغ عادت های متفاوت برید و عادت های غذا خوردنتون رو تغییر بدید اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بزنید و برای دوستاتون هم بفرستید امیدوارم که تونسته باشم بهتون کمک کنم مرسی